سلام خدمت شما دوستان خوبم، امیدوارم خوب و خوش باشین. امروز براتون یه شیرینی دیگه تدارک دیدم به نام چروس. این شیرینی اصالت داده میشه به پرتغال و اسپانیا، گرچه در حال حاضر همه جای اروپا ازش استفاده میکنن و ازش به عنوان یک نوع شیرینی خوب و ماندگار و خوشمزه یاد میکنن برای مناسبت‌های متفاوت. این شیرینی رو در روش‌های متفاوتی میخوام خدمت شما ارائه بدم، امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره، شما هم ازش استفاده بکنید و همیشه شیرین کام باشید. به مراحلش دقت بکنید. من مدل‌های متفاوتی رو میخوام خدمت شما ارائه بدم که هر کدومش کاربرد خاص خودش رو داره. برای شیرینی چروس ما ظرفی رو روی حرارت قرار میدیم، آب رو داخل ظرف میریزیم، شکر رو اضافه میکنیم و همینطور کره رو، نمک رو داخل مخلوط اضافه میکنیم و وانیل رو. مواد رو داخل ظرف ریختم، رو حرارت قرار دادم، حرارتم روشن و اجازه میدیم تا کره آب بشه، این محلول شروع به جوشیدن بکنه. بعد از جوشیدن حرارت رو خاموش میکنیم و آرد رو یک جا بهش اضافه میکنیم. خب مواد در حال جوشه و اجازه میدم که کاملا به صورت یک نواخت به جوش بیاد، به طوری که آب و کره تقریبا با هم مخلوط شده باشه، دو فاز نباشه. ترکیب در حال جوش رو، حرارتش رو خاموش میکنم و آرد رو یک جا اضافه میکنم و شروع میکنم به هم زدن. مراقب باشین آرد گوله نشه و کاملا ترکیب یک دست بشه. به این مرحله که رسید حرارت رو روشن میکنم. خمیر آماده‌ای که به این حالت رسیده بلافاصله بعد از اینکه از روی حرارت برداشتیم به ظرف همزنمون منتقل میکنیم تا ترکیب تخم مرغ رو بهش اضافه کنیم. تخم مرغ‌ها رو دونه دونه مخلوط میکنیم، یه تخم مرغ مخلوط میشه و بعد تخم مرغ بعدی رو بهش اضافه میکنیم. تخم مرغ آخر رو هم به ترکیب اضافه میکنم و مخلوط کردن رو ادامه میدم. در بعضی موارد ممکنه میزان تخم مرغی که ما استفاده میکنیم متغیر باشه، یعنی اگر مواد خمیریتون آماده شد و خشک بود و حالت کشسانی نداشت، علاوه بر اون مقدار تخم مرغی که توی دستور قید شده میتونین کمی تخم مرغ بهش اضافه بکنین تا اون حالت کشسانی، لطافت و انعطاف پذیری در خمیر ایجاد بشه. بعد از اون مرحله ما خمیر رو منتقل میکنیم داخل قیف. از یه قیف استفاده میکنیم و ماسوره های ستاره‌ای کافیه که مواد آماده رو داخل قیف منتقل کنیم. سعی کنین همه مواد رو یک جا داخل قیف نریزین، به دفعات این کار رو انجام بدین تا خارج کردن مواد از داخل قیف براتون راحت تر باشه. با استفاده از اسپری های جدا کننده که فکر میکنم معرف حضور همتون باشه، پشت قالب مافین متوسط رو چرب میکنیم. از قسمت انتهایی
کاسه های قالبمون، شروع میکنیم به صورت چرخشی ماسوره زدن و تا بالا اومدن. و یا اگر هم دوست داشته باشین میتونین به شکل حلقه‌ای هم بریزین. اونا مدل کاسه‌ایش بود که اگر بخوایم به صورت نواری بریزیم، البته برای نواری ما میتونیم سری ماسورمون رو پهن‌تر هم بکنیم، ولی باز بستگی به خودتون داره. کافیه که به صورت نوارهای طولی به اندازه‌ای که دوست داریم بزنیم، 8-10 سانتی هر چیزی که خودتون میپسندید. مواد رو به این ترتیب وقتی آماده کردین و منتقل کردین روی سینی، میذاریمش توی فریزر حداقل به مدت 4 ساعت و بعد از فریزر خارج میکنیم و داخل روغن سرخ میکنیم. روغن رو روی حرارت قرار دادم تا به دمای مورد نیاز که بین 130 تا 140 درجه سانتیگراد برسه و دارچین و شکر رو هم با هم مخلوط کردم تا زمانی که چروس ها سرخ شد و روغن اضافه‌شو گرفتیم داخل دارچین و شکر غوطه ور کنم. دقت بکنید دمای روغن نه خیلی زیاد باشه نه کم، که اگر کم باشه روغن رو به خودش میکشه و اگر زیاد باشه سریع تغییر رنگ میده قبل از اینکه مغز پخت بشه. وقتی کاملا توی فریزر یخ زد از فریزر جدا میکنیم، یک کاردک زیرش میندازیم و از قالب به راحتی جدا میشه. کاسه های آماده رو توی روغنی که داغ شده سرخ میکنیم. دقت کنید هر بار 1 یا 2 تا کاسه بیشتر داخل روغن نندازین که دمای روغن رو پایین نیاره. پیاله های فریز شده رو که از قالب جدا کردم میندازم داخل روغنی که به 135 درجه سانتیگراد رسیده. یه پیاله رو داخل روغن بندازین، شروع به جوشیدن که کرد پیاله دوم رو بندازین. به محض اینکه پیاله ها رنگ دلخواه ما رو گرفت از توی روغن درش میاریم. همونطور که ملاحظه میفرمایید در حال جوشیدن داخل روغن و از توی روغن خارجش میکنیم. برمیگردونم روی کاغذ تا روغن اضافهش گرفته بشه و بعد داخل شکر و دارچینی که آماده کردیم میغلتونم. خیلی دقت کنید قبل از اینکه پیاله های سرخ شده دماش رو از دست بده به دارچین و شکر آغشتش بکنید.
طعم دارچین رو به خوبی به خودش بگیره. پیاله های آماده رو کنار میذارین، با دسرهای متفاوت، کرم های متفاوت داخلش رو پر میکنین و نوشه جان میکنین. حتی میتونه ظروف مناسبی باشه برای ریختن میوه های تکه تکه شده و برای پذیراییاتون. خب اینایی که به صورت مدادی ریختم از سیلپت جدا میکنم و میندازم داخل روغن. طبیعتاً اینا چون کم حجم تره خیلی سریع تر سرخ میشه. چروس ها رو بدون اینکه فریز هم بکنید میتونید سرخ کنید، ولی خب طبیعتاً وقتی فریز میشه شکل و فرمش رو بهتر حفظ میکنه. به این نکته حتما توجه بفرمایید. بعد از سرخ شدن و طلایی شدن از توی روغن در میاریم، یه مکس کوتاه میکنیم، این کوچیکترا رو فوراً توی دارچین و شکر میندازیم. تا به خوبی دارچین و شکر رو به خودش بگیره. من از کرم شکلاتی برای پر کردن این پیاله ها استفاده میکنم و توی حفره ها رو پر میکنم. در صورت تمایل روش رو با انواع میوه فصل پوشش میدیم و اگر دوست داشته باشین از سس شکلات هم میتونیم برای تزیین روش استفاده بکنیم. این هایی رو هم که به شکل حلقه‌ای ریختیم یه مقدار از کرم شکلاتی روش می‌ریزم و یه دونه دیگه بهش می‌چسبم به صورت لقمه درمیاد. که اینها دیگه سلیقه‌ایه و شما مطابق میل خودتون می‌تونید از این رو تغییر بدین و یا به صورت ساده مصرف کنید. در ادامه روی کرم رو من با توت فرنگی پوشش دادم و یه دونه از این چروسایی که به شکل حلقه‌ای ریختم رو روش قرار میدم. به این ترتیب